أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می کرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد. خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش می شنید و خداوند شنوا و بیناست. کسانی که از شما نسبت به همسرانشان زهار می کنند و می گویند انت علا که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنیا آورده اند. آنها سخنی زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است. کسانی که همسران خود را زهار می کنند سپس از گفته خود باز می گردند باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. وسی که توانایی آزاد کردن برده ای نداشته باشد دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند. کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند خار و ذلیل شدند، آنگونه که پیشینیان خار و ذلیل شدند. ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خار کننده ایست. در آن روز که خداوند همه آنها را برمی انگیزد و از اعمالی که انجام دادند با خبر می سازد، اعمالی که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. آیا نمی دانی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؟ هیچگاه سه نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست و هیچگاه پنج نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند. سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می سازد، چرا که خداوند به هر چیزی داناست. آن ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است و در دل می گویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند و چه بدفرجامی است. کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید. خداوند بهشت را برای شما وسعت می بخشد. و هنگامی که گفته شود برخیزید، برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید، قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است. آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است. آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان، سوگند دروغ یاد می کنند که از شما هستند، در حالی که خودشان می دانند دروغ می گویند. خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته، چرا که اعمال بدی انجام می دادند. آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند. از این رو برای آنان عذاب خار کننده ایست. هرگز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهی حفظ نمی کند. آنها اهل آتشند و جاودانه در آن می مانند. به خاطر بیاورید روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد. آنها برای خدا نیز سوگند دروغ یاد می کنند، همان گونه که امروز برای شما یاد می کنند و گمان می کنند کاری می توانند انجام دهند. بدانید آنها دروغ گویانند. شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده. آنان حزب شیطانند. بدانید حزب شیطان زیانکارانند. کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند، آنها در زمره ذلیل ترین افرادند. خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم، چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیر است. هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشند. آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده و آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می مانند. خدا از آنها خوشنود است و آنان نیز از خدا خوشنودند. آنها حزب الله هند. بدانید حزب الله پیروزان و رستگارانند.